اگه اسلام رد بشه کانسپت خالق آگاه به طور کل حذف میشه؟ نه دیگه. یه الله داریم میگیم، من الان میتونم برای شما اثبات بکنم که الله وجود نداره. تناقض داره بخواد. خوبیه، من دارم میگم اگه شما ادعاتون وجود اللهه، من دارم ادعا میکنم که من میتونم اثبات بکنم، اثبات، حتی باور بهش هم نمیگم موجه، من میتونم اثبات بکنم که الله وجود نداره. اگه داریم درباره الله صحبت میکنیم، ابطال میکنه چرا نمیکنه؟ دارم شما اگر بتونید مثلا یک غلط محرز مسلم از قرآن بیاری که هیچ حرف انگلتی توش نباشد، وقت باطلش کردی. این پیشگویی مسلمی خدا رو ببین، خدا رو ابطال نمیکنه. این الله رو ممکن ابطال بکنه، قرآن رو ممکن ابطال بکنه، ولی خدا رو ابطال نمیکنه. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. ما الان روی کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان لایف هستیم. اگه روی یوتیوب دارید نگاه میکنید، لطفاً یه ثانیه وقت بذارید، برنامه رو لایک بکنید، از خودتون سوال بکنید من چرا الان اینجا هستم، دارم این برنامه رو نگاه میکنم، یه ثانیه وقت نمیذارم. من چه انسانی میتونه این همه درخواست لایک رو بشنوه ولی یه ثانیه وقت نذاره ویدیو رو لایک بکنه؟ از خود بپرس من چه جور آدمیم، چرا این کارو نمیکنم؟ یه کامنت زیر ویدیو بذارید، ممنون میشم ازتون. مرسی بچه‌ها تو چت دارن میگن که لایک کردن، دستتون در نکنه بچه‌ها، ممنون. مثبت 15. امروز درباره چی می‌خوایم صحبت بکنیم؟ اگه میشه خودت هم معرفی بکن، بگو اسمت هم چرا مثبت 15 هست. بله، اسم مجازی من حالا مثبت 15 است. اینجوری منو صدا میزنن، همون مثبت صدا میزنن. بچه‌ها الان روی یوتیوب دارن از من سوال میکنن که ایشون سنی هستن، شیعه هستن. من مسلمان شیعه هستم، باورمند، و حالا یه قدری تقریبا سالهاست میشه که در کانال‌های مجازی اینا فعالیت دارم به اسم مثبت 15. شما در اینستاگرام، یوتیوب اگر سرچ بزنید کانال من را میبینید و اونجا به اصطلاح این بحثا رو اونجا صحبت میکنم. خیلی عالی. حالا قدم اول است دیگه، حالا این جهان هستی آیا خالقی دارد یا خالقی ندارد؟ من از زبان خود شخص مسلمانم صحبت میکنم، حالا تعبیر نشه که من حالا نماینده اسلام باشم یا نماینده مسلمانان باشم، نه، من فقط یک مسلمان باورمندی هستم. اون شواهدی که خودم بهش رسیدم به اصطلاح اطراف اون شواهد حالا صحبت خواهم کرد. بله، من اینگونه نگاه میکنم که ما شواهد و دلایل بسیاری داریم که اینها دست به دست هم میدهند، همشون به اصطلاح بر وجود ذاتی که به اصطلاح اسم خالق باشد که خدا باشد نه دلالت میدهد، دلالت میکند. و من معمولا هم اول بحث به عنوان محور، یک محور بحثی، یک کفه ترازوی به اصطلاح شما ترسیم کنید. حالا این در محور بحث یا کفه ترازو شواهدی که بر وجود خدا دلالت میکند چقدر هست، یا شواهدی که بر نبودن خدا به اصطلاح دلالت میکند چقدر هست، شما الان مقایسه کنید دیگه، حالا صحبت خواهیم کرد. بله، شرایط به این صورت است که ما خب همون روشمندی علمی که خود این ناباورها که خیلی به اصطلاح تابع علم هستند، شعار علم میدهند در این موضوع، هم اینا زیاد چندان تابع همون روشمندی علمی که خودشون شعارشو میدهند هم نیستند. شما همه تو میدونید که روشمندی علمی این گونه است که شما حقیقت رو نمیدونید و به اصطلاح تابع دلایل، براهین، شواهد و قرائن هستید تا به اصطلاح نتیجه آزمایشات شما رو به کجا برسوند، تا دلایل و شواهد شما رو به چه نتیجه‌ای، به اصطلاح به چه قضاوتی برساند، نه اینکه شما یک نتیجه‌ای رو از قبل بگیری و فقط دنبال توجیه اون بگردی. من یک مثال میزنم که این مثال رو خودم تغییرش کردم فقط برای فهمیده شدن مطلب. شما فکر کنید مثلا یک خانه‌ای باشد، عالم خدا، عالم خالق که به اصطلاح ماورا است، این گونه است که پشت پرده است و ما ازش هیچ خبر نداریم، باید تابع دلایل و براهین، تابع شواهد نه، تا اونها ما رو به چه نتیجه‌ای، به چه قضاوتی برسوند. فرض بفرمایید یک خانه باشد، ما از دور میخوایم قضاوت کنیم درون اون خونه کسی هست یا نیست. طبق شواهد و قرائن کسی درون اون خونه هست یا نیست. حالا مثلا پرده اون خونه هم تکون بخورد، این خود شاهدی هست، این بله احتمال اینکه کسی در اون خونه باشد رو تقویت میکند. حالا مثلا لامپ اون خونه هم روشن بشود، خاموش بشود، این هم خودش یک احتمالی هست، احتمال اینکه کسی در اون خونه باشد رو به اصطلاح بیشتر تقویت میکند. حالا مثلا از لول و فاضلاب اون خونه هم یه آب بیاد بیرون،
یه صدای هم میاد میگیم آقا 3 تا 4 تا شواهد اینا مثلا هستی بر بودنش به اصطلاح ما قضاوت میکنیم. چه بهتر از روی بودن سنگین تر میشود. شما حالا بیا نه از اول این که من میدانم کسی در اون خونه نیست رو دو دستی بگیر، فقط دنبال توجیه اون بگرد. بله ممکن است یک گربه ای باشد، مثلا پرده تکون خورده باشد، ممکن است سیم اتصال کرده باشد و لام روشن خاموش شده باشد، ممکن است فقط بخوای توجیه کنی، فقط بخوای اون چیزی که از قبل نتیجه که از قبل گرفتی رو از توش در بیاری. من الان در قسمت بعدی راجع به براهین صحبت خواهم کرد، شما قضاوت خواهید کرد که آیا اینا تابع شواهد و قرائن هستن یا نیستن. ببین همون برهان علیت یه زوری دارد، شما برای رد کردن اون برهان باید یک به اصطلاح یک برهانی، یک شاهدی به اصطلاح بیاری برای که در سطح همون برهان باشد. فرض بفرمایید زور و قدرت و دلالت برهان علیت مثلا 80% باشد، شما برای رد کردن اون باید یک برهانی بیاری در همسط و همتراز اون که زورش برسد اون رو به اصطلاح رد کنند، نه که شما بیاری مثلا یک خدشه‌ای. چون بحث ها اکثرا اینگونه است که ما براهیم میاریم، ما توضیح میاریم، ما شواهد میاریم، اینا به اصطلاح یه خدشه هایی. فرض بفرمایید من یه کوزه ای آوردم، کوزه رو گذاشتم جناب آربی مثلا حالا خواهد او رو بشکند، در نهایت مدعای من این است که ایشان میتواند مثلا او رو لپر کند، نه اینکه کل اون کوزه را مثلا بشکند. مثلا قانون پایستگی ماده تقریبا 80 سال 100 سال قبل فیزیک نیوتنی، قبل از اینکه فیزیک کوانتومی بیاد، مثلا میگفتن که بله ماده هست و خواهد بود و فقط از حالتی به حالتی دیگر تبدیل میشه. نیوتن ثابت کرده ماده نمیتونه به وجود بیاد، ماده فقط از حالتی به حالتی دیگر تبدیل میشه، خدا نمیتونه خلق کنه، این ماده هست و خواهد بود. بعد از مدتی که به اصطلاح این فیزیک کوانتومی اومد، این باز ناباورها باز موضعشون رو عوض کردن و گفتن که ماده، بنابراین ماده میتونه از هیچ به وجود بیاد و از بین بره، نیازی به خدا نیست، بدون خدا هم این دنیا خلق میشه، بدون خدا هم این ماده خلق میشه. در کوانتوم اونجا اثبات شده که ماده میتواند از هیچ به وجود بیاد. ببین اینا از دو چیز متناقض، این بحث روشمندی علمی که گفتم، اینا از دو چیز متناقض از هر جفتش هم بی خدایی در میارن. الان در رابطه با بحث برهان نظم من الان دقیقا نمیدونم موضع جناب آرمین این است که آیا این جهان هستی نظمی وجود دارد یا اصلا نظمی وجود ندارد. و بنده یقین دارم از هر دو اینها جناب آرمین بی خدایی رو از توش به اصطلاح بیرون خواهد کشید. همین الان شما سرچ بزنید به اصطلاح این صحبت هایی که آتیست ها چقدر پست ها به اصطلاح به اشتراک گذاشتن در رابطه با مثلا برهان نظم، خواهید دید که چه جاهایی باشد اینا اصلا از هرم نشمس وجود نظم رو در جهان هستی به اصطلاح بیان انکارش کنند و چه بسا باشد که بیان اقرار کنند و اعتراف کنند که بله در این جهان هستی نظم هست و بعد اون رو به اصطلاح توجیه کنند. حالا من میخوایی نمیدونم وارد براهیم بشم، اینو به عنوان مقدمه خدمت رو عرض کردم یا صحبتی داری تا اینجا؟ اگه آرمین من میشنوم. بله بله ممنون. قبل از این که من چند تا سوال کوتاه داشتم بر اساس حرفایی که شما زدین، چند سوال کوتاه داشتم. منظور شما از خدا چیه؟ آیا تعریفی برای خدا دارید؟ تعریف خدا، خب قطعا در قدم اول بحث سازنده این جهان هستی است و بحث خالق هستی که بعد در قدم های بعدی راجع به صفات اون هم بعد از اینکه مشخص شد که این جهان هستی سازنده ای دارد و خالقی دارد، در مرحله بعدی راجع به در بعدها راجع به مثلا صفات خدا هم صحبت میشه اونجا. من فقط دنبال ویژگی هایی میگردم که قسمتی از تعریفش باشه، یعنی ویژگی هایی که خدا باید داشته باشه که خدا باشه. خب شما میگید خالق هستی یعنی خالق آگاه، درسته؟ خالق خودآگاه هوشیار، درسته؟ یعنی برای اینکه نشون بدیم خدا هست باید نشون بدیم که یک خالق آگاه وجود داره، درسته؟ بله دیگه، ما این گونه است که مثلا این آدرس این براهینی که ما به اصطلاح درش صحبت میکنیم آدرس خدای مثلا آگاه رو میدهد، آدرس خدای یکتا و یگانه رو میدهد، آدرس خدای
بی نیاز رو میدهد، آدرس خدای همه جا حی حاضر باشد رو میدهد، آدرس خدای نامحدود رو میدهد براهین ما. اوکی خیلی خب، ما حالا الان موزگیری ما اینجا، الان موزگیری من حداقل الان این نیست که خدا نیست، من موزگیری اینه که به خدا باور ندارم. شما دارید ادعا میکنید که خدا هست، در مقابلش من الان ادعا نمی کنم که خدا نیست، در مقابلش میگم که اوکی شما به من نشون بدید شواهد وجود خدا رو، من ایمان من باور میکنم. باور بگم بهتره، من باور میکنم، خودم الان ادعای اینجا نمی کنم. بله متوجه هستم، این حرف همیشگی شما است که من به اون خدایی که شما میگید باور ندارم و من هیچ ادعایی ندارم. درسته. باشه، هر توضیحی رو غیر از اون چیزی که ما باورمندان میگوییم، هر توضیحی رو شما بدهی تناقضش بیشتر میشود. اگر بر فرض مثال در عقیده من به 10% 15% یک مثلا خطایی بچش خدشه‌ای بچشم بخورد، شما غیر از اون چه من بگویم رو بگویید، اون خدشه ها اون تناقضات به 50% و چه بسا بیشتر هم کشیده بشود. اوکی، اولا ببینید، ما درسته که میگه شما اگه میگین که خارج از مناظره ما جوری رفتار میکنیم که انگار این ادعا رو داریم که خدا نیست، به خاطر اینکه از لحاظ کاربردی وقتی یه چیزی باور بهش موجه نیست، از لحاظ کاربردی ما جوری رفتار میکنیم که انگار وجود نداره. ما جوری، من سیمرغ رو نمیتونم بیام اثبات بکنم که سیمرغ وجود ندارد، ولی جوری چون کسی اثبات نکرده که سیمرغ وجود ندارد، جوری زندگی میکنم که انگار سیمرغ وجود ندارد و جوری حرف میزنم که انگار سیمرغ وجود نداره. تعداد ادعاهایی که میشه کرد بدون اینکه کسی اثباتش بکنه یا ردش بکنه بی‌نهایته، تا وقتی کسی نیاد باور بهش موجه بکنه، احتمالش رو ما یک روی بی‌نهایت در نظر میگیریم. یک روی بی‌نهایت هم، چون بی‌نهایت رو ادعا میتونه وجود داشته باشه، یک روی بی‌نهایت هم انقدر نزدیک به صفره که به طور پرگماتیک یا کاربردی ما عین صفر باهاش رفتار میکنیم. پس الان اگه میبینید که چرا ما این توجیه این دوگانگی که شما توی رفتار ما میبینید به این دلیله، یعنی بخاطر اینکه کاربردی ما تو زندگیمون رفتار میکنیم. شما مثلا در رابطه با سیمرغ رو که به اصطلاح در با بحث خدا مثلا قیاس میکنه، یا یک موجودی که هیچ بودنش با نبودنش هیچ اهمیتی ندارد رو بیاین مثلا با خدا مقایسه میکنید، آیا شما باور دارید که در رابطه با موجود سیمرغ یا به اصطلاح اسب شاخدار و از این حرفاست که میگی، شواهدی براش دارید که مثلا هیچ دلیلی شواهدی برای وجودش دارید؟ نه، دلیلی برای وجودش نداریم، ولی نمیتونم هم اثبات بکنم که وجود نداره. درسته؟ در رابطه با خدا آیا شما معتقد هستی که ما هیچ شواهد و دلیلی نداریم؟ بله بله، یا نداریم یا من ندیدم. شما هم فکر کنم شنیدم که شما ذکر کردی که ما شواهد کافی نداریم. من میگم شواهد یه دونه هم نداریم. به روشمندی علمی هم حساب کنیم، این است که به اصطلاح چون اینجا یه شواهد ضعیفی هست، حالا من طبق ادعای اینها دارم میگم که کسانی میگن که ما شواهد کافی نداریم، و شما الان معتقدی در رابطه با این برهان علیت و برهان نظم اینا هیچ، یعنی شما اینقدر میتونی اون رو زیر سوال ببری، اینقدر خدشه بهش وارد کنی که برهان علیت مثلا به صفر برسد، هیچ اندازه یک شواهد ضعیف هم ازش باقی نماند؟ این از ادعای شما جناب والد. ما حداقل من میتونم اشتباه دارم میکنم، ولی بر اساس چیزهایی که در برای این برهان شنیدم، برداشتم اینه که هیچ چیزی به احتمال وجود خدا اضافه نمیکنه، یعنی صفر، ارزش همشون صفره. حالا شما این براهین رو کلا صفر در نظر گرفتید؟ ولی تا اونجا که میتونم تلاش میکنم که ذهنم رو باز بذارم که شاید دارم اینجا اشتباه میگم و شاید شما دارید درست میگید. اگه شما درست میگین، سعی میکنم نظرم رو همینجا جلوی همه عوض بکنم، سعیمو میکنم. اوکی، اگر به این که بی‌فرمایی به اصطلاح پایبند باشی که درود به شرفت، ولی اینو شک نکن که این براهین به اصطلاح حتما چیزی تهش میمونه. مثلا 20% رو میتونی یه خدشه بهش وارد کنی، نفرش کنی، نه اینکه حالا مثلا کلا صفرش کنی. صفر نمیشه بعد برهان علیت. من تصورم اینه که اصلا چیزی ساخته نشده که ما بخوایم خدشه وارد کنیم. و حالا یه سوال مثلا منم بپرسم، شما معتقد هستی که در توضیح این جهان هستی هیچ مثلا با بحث کمبود دلیل مواجه نمیشوی؟ کامل اوکی توضیح میدهی این تو مثلا چگونگی پدید آمدن این جهان هستی رو
معتقد است که علم توضیح می‌دهد و هیچ جای هر حدیثی باقی نمی‌ماند، هیچ بحث کمبود دلیل اینجا به چش نمی‌خورد به نظر شما؟ نه، من همچین ادعایی نمی‌کنم. چون ببین نگاه من این گونه است که شما اگر مثلا نگاه مادی داشته باشی در توضیح این جهان هستی، مثال یک پازل ناقصی می شود این جهان محدود مادی که مثلا آغازی داشته است و پدید آمده است. در بله. توضیح این جهان هستی همیشه با بحث کمبود دلیل بله. مواجه می شوی. اونم یه سوال اساسی که همیشه باقی میمونه و بله. شما نمیتونید سوال رو پاسخ بدهید. یعنی اگه میگین آیا علم همه چیز رو، همه دلایل وجود هستی رو توضیح داده؟ نه، اصلا اینجوری نیست. قبول، هم نظرم با شما. این یه مغلطه، این یه مغلطه است. میدونستین اینو؟ یه میدونه چه مغلطه‌ای هست؟ اگه بخواید با هم میتونیم بررسی کنیم این مغلطه رو. یه مغلطه است، بهش میگن مغلطه توسل به جهل. یعنی شما چون یک توضیحی دارید و یک کسی یه توضیحی نداره، فقط بر این حساب که شما توضیح دارید و طرف مقابل توضیح نداره، داشتن توضیح رو سند بر درست بودن توضیحتون میدونید. اوکی، الان دارید به من میگین که ما یه مشکل داریم که توضیح یک سری چیزها رو نداریم. خب این که ما یه توضیح یک چیزها رو نداریم دلیل بر این نمیشه که کسی که توضیح داره توضیحش درسته. اینو قبول دارید؟ خب مثلا یه گروه هست، گروه A، یه گروه هست گروه B. مثلا گروه A میخواد یک پدیده رو توضیح بده، نگاه میکنه توضیح برش پیدا نمیکنه. گروه B یک توضیح میاد ارائه میکنه. فقط به صرف این که گروه B یک توضیح داره و گروه A نداره، نداشتن توضیح توسط گروه A به این معنی نیست که گروه B توضیحش درسته. اینو قبول دارید؟ درسته، ولی به این معنی هم نیست که گروه A حتما غلطه. بله، من نگفتم اینو. خب. دلیل بر درستیش نیست، دلیل بر غلط بودنش هم نیست. بله، ساکت از اون نیست. درسته. و اینم قبول داری؟ علیه من نیست. و اینم قبول داری که بعضی از موقع‌ها جواب درست این هست که نمیدانیم؟ آیا درسته که بعضی از موقع‌ها جواب درست این هست که نمیدانیم؟ این جواب درسته؟ اینم قبول دارید؟ بله درسته. ببین اینجا، بله درسته. ببین اون نمیدانیم که مثلا در توضیح جهان هستی که در اون اول یک موجودی، یک ذاتی هست، ما کیفیت اون رو مثلا نمیدانیم، چگونگیش رو نمیدانیم. این که یک موجودی هست، یک ذاتی هست و این مثلا باید باشه، اون رو که میدانیم، ما کیفیتش رو. من دارم به طور کلی میگم. به طور کلی خب قبول داری که بعضی موقع یه سری سوالای جوابش این هست که نمیدانیم و این اوکیه؟ در بعضی جاها بله ممکن است این حرف شما نمیدانیم اوکی باشه، ولی در این بحثی که الان صحبت میکنیم نمیدانیم، ما کیفیتش رو به صلاح نمیدانیم. وگرنه اینکه یک موجودی باید باشد و میتواند باشد، اگر چنین موجودی نبود اصلا این جهان هستی خلق نمیشد و هم ما و هم شما سر یک چنین موجودی اتفاق نظر داریم. شما الان اسمش رو به صلاح باشد خدا و یا خالق، اون وقت میایی مثلا مخالفت میکنی و هر چیزی باشد به غیر از خدا هیچ گیری باش نداری. درست هستی؟ نیست یا هر چیز دیگه ای هم باشه، اون هم اگه بدون شواهد باشه اون هم قبول نمی کنیم. من خودم مثال زیاد، اتفاقا من و خیلی کسای دیگه مثالای مختلفی زدن درباره این. مثلا من حالا اینجا بیادبی میشه نمیگم، ولی یه جور مؤدبانه‌اش اینجا میگم. من میگم که اگه کسی بیاد یه تئوری ارائه بده که جهان هستی ما از معده یک لاک‌پشت بزرگی در یک جهان دیگه در اومده، خب اینم قبول نمی‌کنیم دیگه، چون این لاک پشته توی جهان دیگه است، توی جهانی که موازی است با جهان ما و ما اصلا قابلیت دسترسی به اون جهان نداریم. پس اون ادعا رو ما نمیتونیم رد بکنیم، پس نمیتونم بیام اثبات بکنم که این ادعا درسته، ولی اینم قبول نمی‌کنم چون کسی شواهدی براش وجود نداره. این قیاس زیاد صحیح نیست. اولا که اهمیتی ندارد چنین موجودی باشد یا نباشد که الله راجبش بخوایم صحبت کنیم. این یک، چون یعنی بودنش با نبودنش هر دو حالت مثلا مساویه، باشد یا نباشد هیچ فرقی نمیکنه. ولی بحث خدای عالم باشد یا نباشد، این فرق است. دستگاه های فکری به هم میخوره، برنامه ریزی ها، فکر سودندیشی ما که هممون اون رو دستور کار، اینا خیلی چیزها مثلا به هم میخوره. نگاه ما به جهان، توضیحاتمون، این یک مبحث. دوم بحث، حالا بحث احتمالات هم ما میتونیم دیگه حالا قضاوت کنیم. موجودی که شما میایید مثلا با خدا قیاس میکنید طبق قانون احتمالات، من فکر کنم همون بحث قوری راسل باشد دیگه. شما احتمال بدید چنین لاک پشتی که آفرین، چنین لاک پشتی، چنین لاک، آره چنین قوری راسل، شما احتمال بدید شنوندگان، احتمال اینکه چنین قوری یا چنین لاک پشتی با
باشد و ما درون اون باشیم اون چقدر هست و احتمال اینکه این جهان سازنده ای داشته باشد، یک موجود آگاهی در پروسه خلقت دخالت کرده باشد، اون چقدر هست. اینجا طبق قانون احتمالات قطعا مثلا این کبه این ترازو این بر سنگین تره. جناب آرمین، شما معتقد هستید در این جهان هستی نظم وجود دارد یا وجود ندارد؟ این رو من بدانم. بر اساس خیلی از تعریف های نظم بله، نظم وجود دارد. بله بله، آره، البته بستگی تعریف نظمش داره، ولی تعریف هایی که اکثر آدم استفاده میکنن، یعنی یکی من الان میتونم یه تعریف نظم کسی به من ارائه بکنه، بعد بیام بگم خب بر اساس این تعریف از نظم بله نظمی وجود نداره، ولی خب بر اساس اون تعریفی که معمولا مردم استفاده میکنن بله نظم وجود داره. واقعا من یه چیزی میگم این یه ادعایی که کردی، شما میگی که اهمیت نداره مثلا لاک‌پشت و غوری و اینا، اینکه یه ادعا اهمیت داشته باشه یا نداشته باشه این بار اثبات رو خیلی جابجا نمیکنه. خب مثلا من اومدم برای شما چه میدونم سیمرغ رو مثال زدم، گفتین خب سیمرغ وجود داشتن یا نداشتنش تو زندگی شخصی ما تاثیر نداره. اوکی، میام دراکولا رو مثلا ومپایر رو مثال میزنیم، اگه ومپایر ها وجود داشته باشن این خب خطرناکه دیگه، ما باید نگران بشیم که اصلا قرار شب بیان خون ما رو بمکن یا نه، درسته؟ مثلا من سیر دم در و پنجرم سیر بذارم یا نذارم که نگران این موضوع باشم یا نباشم. خب حالا اهمیت اونجا هست که بسه اگر این جانسی خالقی داشته باشه، دستگاه های فکری کلا به هم میخورد، جور دیگری به نحوه دیگری به جای دیگری میرود، ولی اگر مثلا لاک پشت باشد یا نباشد چندان با اهمیت نداره که دستگاه فکری ما. من مقصدم این بود دوم لاک پشت من شما رو قضاوت میکنه، شما نمیدونی اهمیت نداره، ولی حالا هم ومپایر رو مثال میزنم. نه لاک پشت من یه لاک پشت بسیار هوشمنده که شما رو قضاوت میکنه، شما رو مطمئن نباشین که اهمیتی نداره، شاید اهمیت داشته باشه. ولی حالا من ومپایر رو مثال میزنم. ومپایر یه ادعا میتونه باشه که من نمیتونم بیام الان اثبات بکنم که ومپایرها وجود ندارند، من نمیتونم اثبات بکنم، ولی چون شواهدی برش وجود نداره باور ندارم به وجود ومپایر. خب ومپایر اگر هم وجود داشته باشه خب رو زندگی ما میتونه تاثیر زیادی داشته باشه. پس اینکه شما میگید خب این ادعا اهمیت داره این ادعا اهمیت نداره، اهمیت داشتن یا نداشتنش خودش تأثیری نمیذاره روی اینکه بار اثبات رو دوش ما نیست، بار اثبات رو دوش مدعیه. منشأ این شعور رو منکر هستید یا شعور رو قائل هستید که این جهان هستی در حیوانات در گیاهان یک شعوری که از به اصطلاح دیده می شود، مثلا این غرایز حیوانات فهمیده می شود که این غرایز این رفتاری که به اصطلاح از حیوانات دیده می شود اینا خیلی حساب شده هستند، خیلی دقیق، به اصطلاح خیلی در سطح بالای یه شعور معمولی نیستش که به اصطلاح خود حیوان بگیم از طریق به اصطلاح آزمون و خطا یا مثلا از طریق استدلال کردن به اون سطح، مثلا حالا که مثلا چقدر خود درمانی ها است که الان امروز به مرز اثبات رسیده که این گیاه در درون این حیوانات اینا به اصطلاح چقدر خود درمانی میکنند، مثلا خاک میخورد میمون های یا فیل های حتی برای سقط جنین حتی برای راحت زایمان کردن این فیل ها میرن مثلا یه بوته های خاصی، مثلا از تیره این مقاله چند وقت پیش خونده بودم از تیره همین گلگاو زبان که مردم بومی همونجا اون رو برای به اصطلاح اینکه راحت تر زایمان کند و زایمان آغاز شود اون رو به اصطلاح استفاده میکردن. حالا یک به اصطلاح جانورشناسی که به اصطلاح برنامه غذایی یک فیل رو یک سال در اون مقاله نوشته بود که این زیر نظر داشت یک برنامه غذایی خیلی مستمر و تکراری رو، ولی زمانی که 4 روز به اصطلاح زمان زاییدن این رسید این رفت 28 کیلومتر در اون مقاله نوشته بود 28 کیلومتر این به اصطلاح این فیل دنبال اون گیاه دنبال اون درخچه مخصوص رفتش اون رو خورد 4 روز بعد از اون به زایمان موفقی راحت به اصطلاح. شما معتقد هستی خود اون فیل آزمون و خطا کرده یا نه یک ذات آگاهی به اصطلاح اون رو به عنوان غریزه در وجود اون به اصطلاح قرار داده؟ اصلا ما هیچ کمبودی توی توضیح و توجیه برای ریز ریز اینا اصلا کمبودی وجود نداره، یعنی اینها رو تو دنیای علم تو دنیای فرگشت تو دنیای زیست خیلی جوابهای خیلی مشخصی برای این سوالا وجود داره. ولی قبل از اینکه بیام سوال جواب بدم، شما دارین دوباره بار اثبات رو میذارین رو دوش من، یعنی به جای اینکه شما نشون بدین که دلیل این
پدیده هایی که الان شما بهش اشاره کردین دلیلش خداست، از من میخواین من یه توضیحی بیارم که من نشون بدم که خدا نیست. حالا نظر خود منو پرسیدین، من معمولا این چیز میگن کاری که توی همچین مناظره باید کرد اینه که جواب این سوالا رو نداد، برای اینکه طرف ادعا کننده متوجه بشه که مسئولیت با من نیست که بیام توضیح بدم یه چیزی رو، مسئولیت با شما هست که نشون بدین که چرا این چیزها رو لازمه که خدا باشه پشتش. ولی حالا برای اینکه بحث جالب بشه، من خودم ادعا بر این باورم که توی طبیعت شعور فقط جایی میشه پیدا کرد که یک سیستم عصبی داشته باشه یک حیوانی، خب، و یک سیستم عصبیش سیستم قسمت مرکزی داشته باشه، مثل مغز مثلا. خب، یعنی تا ما توی موجودای زنده‌ای که سیستم عصبی مرکزی ندارند، مخصوصا مغز، چیزی به اسم شعور پیدا نمی‌کنیم. یعنی ما توی درخت، توی گل، توی چه می‌دونم حیوانات دیگه‌ای که مثلا سیستم عصبیشون حشرات، اوکی، اینا مثلا شعوری توی اینا وجود نداره. ولی توی طبیعت یک سری چیزهای وجود داره که شبیه شعوره برای ما، برای اینکه انسان سیمپیچی مغزش یه جوریه که جاهایی که آگاهی وجود نداره آگاهی میبینه، جاهایی که ایجنسی وجود نداره ایجنسی میبینه، به خاطر اینکه دیدن این ایجنسی جاهایی که ایجنسی نیست از لحاظ فرگشتی براش کاربرد داشته. یعنی بهتر بود که بیشتر آگاهی رو بیشتر از اون چیزی که واقعا هست شناسایی بکنه، که از چیزهایی که تو طبیعت براش خطرناکه بتونه فرار بکنه که بتونه بقا پیدا بکنه. برای همین دو تا مشکل مغز ما الان داره، البته مشکل قبلا نبود، توی طبیعت این برای ما خیلی کاربرد داشت، ولی تو زندگی تو دنیای متمدن برای ما مشکل داره. یکی دیدن پترن جاهایی که پترن وجود نداره و یکی دیدن ایجنسی جاهایی که ایجنسی وجود نداره. الان این مثال هایی که شما زدید مثال هایی بود از اینکه واقعا از یک دیدگاه انسان محوری خیلی شبیه این هست که یک چیز هوشمند، یک خالق هوشمندی یا یک مدیر هوشمندی اینا رو اومده طراحی کرده، برای اینکه برای ذهن انسان تصور نظم خودجوش خیلی کار سختیه. جای دیگه می به شما گفتی که درون فرگشت اونجا توضیح داره و من ما حالا نظریه فرگشت رو میدونیم دیگه، درون توضیحش انتخاب طبیعی هست. شما الان برید درون طبیعت خیلی این به اصطلاح گیاهان دارویی اینا هستن که کاملا خواصش برای انسان اینا اثبات شده است، برای حیوانات اینا کاملا دسته‌بندی شده است. الان ببینید همین ببینید حیوانات چگونه دسته‌بندی، ببین اسب‌ها چندین دسته است، مثلا زنبورها چندین دسته هستن، خود اون دسته ها هم باز می‌بینی چندین دسته هستن، درون همون سلول ها هم، درون گیاه هم بروی ببین بذارم همین من سطح شعور شما گفتی شعور رو مشروط بر ذهن آگاهی قرار، نه ما رفتار رو میدان و واکنش ها رو ملاک قرار میدهیم. می‌بینیم چه واکنش حکیمانه ای مثلا در کجا به چشم میخورد. یعنی الان شما مثال هایی که دارید میزنید یک جور یک مغلطه تلاش برای یک نوع مغلطه توسل به جهله که مثال خوبی هم نیست، بخاطر اینکه قسمتی از دنیای علم رو انتخاب کردید که برخلاف چیزی که دارید شما میگید این مسائل رو خیلی خوب توضیح داده. حتی آدم اگه بخواد مغلطه توسل به جهل بکنه، اگه بخواید درباره شروع دنیا شروع جهان هستی و اینا صحبت بکنید، حداقل اونجا یه جهلی هست که بشه بهش توسل کرد، ولی اونجا هم دوباره مغلطه میشه ها، چون که شما دارید میگید ندانستن رو شاهد بر این میبینید که توضیح شما درسته. جناب مثبت 15 شما یک بگونه سخن میگویید که گویی جهانی که راجعش صحبت میکنید یک مبنای ریاضی صفر و یکی دارد که اگر جواب صفر نبود پس یک است، یعنی یک مغلطه امر منفصل. اگر برگشت توضیحی ندارد برای این امر که البته توضیحاتی خیلی دارد، پس علت دیگر وجود یک ناظر خالقی است که مثلا نظم ایجاد کرده. من فهم خواستم بگم این اصل بحث شما در این چند دقیقه چه یا چند ساعت و ساعت و ساعت گذشته در واقع به این حالت بوده. نه شما ببین این مغلطه توسل به جهل رو هر کجایی نمیتونی ازش استفاده کنی. اگر اونها باشد هر کجا شما از من بپرسی و من پاسخ شما رو ندهم، مثلا بگم شما مغلطه توسل به جهل میکنید، این که اینجوری نیستش که. ما الان داریم درباره دنیای فرگشت اینا صحبت میکنیم.
الان توجیه این همه چیزهایی که مثبت 15 گفت اینا رو ریز ریزش رو داریم. من نمیدونم چرا الان مثبت 15 میگه که اینا رو نداریم، ولی اگرم نداشتیم هیچ دلیلی برای این نمیشد که اصلا توضیح خدا درست باشه. درک ابتدایی هم از فرگشت داشته باشید متوجه میشین. خب واضحه دیگه، فیل هایی که در طول فرگشت، فیل هایی که این کار رو نمی کردن با این بیماری میمردن، فیل هایی که این کار رو میکردن وقتی یه حسی بهشون داده میشه، وقتی میرفتن طرف این گیاه هم گویاه هم میخوردن، اون فیل ها بقا پیدا میکردن. خب این نیاز به خوردن اون گیاه در حضور یک حس، یک ویژگی خواهد بود که ژن‌هایی که باعث اون رفتار میشن در طولانی مدت بقای بیشتری پیدا میکنن. فیله اصلا نمیدونه که کاری که داره میکنه داره باعث شفای بیماریش میشه، شعوری احتیاج نداره، فقط کافیه این احساس نیاز رو بکنه که وقتی یه حسی بهش دست میده میخواهد که برد یه گیاهی رو بخورد. این احساس نیازه از لحاظ فرگشتی بقا پیدا کرده. چون باعث، چرا این احساس نیاز بقا پیدا کرده؟ چون فیل هایی که این ویژگی رو داشتن بقا پیدا کرده. ما الان توی فرگشت یه قسمت راندوم داریم، یه قسمت غیر راندوم داریم. بله، برای همین شما هزاران سال برای فرگشت وقت لازم داری. نه آخه الان این گونه باشه پس ما باید ببینیم دیگه، همچین رفتاری رو در حیوانات باید ببینیم، الان همچنان باید ببینیم این جهش ها رو باید ببینیم. میبینیم ببینیم، چون حیوانات خیلی گسترده زیاد هستن، جمعیتشون خیلی بالاست. بله ما این پدیده رو ما این پدیده رو میبینیم. ببینید ما یه قسمت راندوم داریم که جهشه، اوکی؟ با جهش ما ویژگی های راندومی به حیوانات میدهیم و جهش های مختلف باعث تغییرات خیلی کمی میشه توی حیوانات. اکثر این جهش ها مضر خواهد بود و کاربرد خاصی نداره و باعث بقای بیشتر اون حیوان نمیشه، و این جهش ها باعث حذف خیلی از حیوانات از طبیعت میشه. ولی بعضی از موقع ها بعضی از این جهش ها به طور تصادفی یک ویژگی که برای اون حیوان کاربرد داره رو باعثش میشه، با اینکه رندومن اکثرش کاربرد نداره، بعضیاش یه مقدار کمش کاربرد داره. حالا اون حیواناتی که به طور تصادفی اون جهشی رو گرفتن که یک ژنی الان دارن که کاربرد بیشتری براشون داره، اون کاربرده باعث بقایشون میشه. حالا اینکه این باعث بقایشون میشه، این قسمتش دیگه راندوم نیست. ما وقتی نچرال سلکشن داریم، یعنی انتخاب طبیعی داریم، یعنی توی طبیعت اینکه کدوم ویژگی ها باعث بقای شما در طبیعت میشه، این قسمتش انتخاب طبیعته، این قسمتش دیگه راندوم نیست. این جهش ها ممکنه خودشون به همه سو دارن میرن، ولی این انتخاب طبیعی باعث جهدهی میشه به اینکه چه جهش هایی منجر به ویژگی ویژن ها و ویژگی هایی میشن که باعث بقای بیشتر اون حیوان میشن. به همین راحتی. بله، ما فکر که ما الان 1,000,000 فیل داریم. خب 1,000,000 فیل داریم. خب و اینا هیچ کدومشون اون غریزه ای رو که وقتی این حسه یه حس خاصی که نشون میده که بیمار هستن بهشون دست میده، هیچ کدومشون اون غریزه ای که برن این گیاه رو بخورن رو ندارن از این 1,000,000 فیل. حالا به طور راندوم یک جهش هایی منجر به این میشه که از این 1,000,000 فیل مثلا 5 تاشون یه همچین احساسی رو بکنن. اوکی؟ حالا این 5 تا فیل موقعی که مریض میشن میرن اون گیاه رو میخورن و این بیماری فراگیر میشه توی این فیل ها و خیلی هاشون میمیرن. مثلا فرض کن که 100,000 تاشون مثلا بمونن، یعنی که مثلا چه میدونم حالا یه عددی، ولی اون 5 تا حتما مثلا بمونن از این 100,000 تا. بعد دوباره این بیماری این 100,000 تا مثلا بشن 1,000,000، اون 5 فیل هم بشن مثلا 50 تا. خب و همینجوری این پروسه رو تکرار بکن. درصد این فیل هایی که اون ویژگی رو دارن همینجوری از یک نسل به نسل افزایش پیدا میکنه اگه این بیماری رواجش و در نهایت به جایی میرسه که تمام فیل هایی که، یعنی اکثریت فیل ها این ویژگی رو دارن، اونایی هم که ندارن زود به زودی منقرض خواهند شد، بخاطر اینکه اونا خودشون رو خود درمانی نمیکنن. و با اینکه جهش تصادفی بوده، نتیجهش رو دارید میبینید که یه ویژگی که به طور تصادفی به ارث بردن الان فراگیر شده بین فیل ها. به همین راحتی. خیلی توضیح راحتی هم داره این موضوع.
من دارم اون راجب اون غریزه صحبت میکنم، راجب اون غریزه اون فیلم که اون رو به اون سمت کشیده است. شور که گفتن تعریفش و این درک فهم به صلاح معرفت این واکنش ها. الان من یک مثالی در شما میدونم شنوندگان این رو قضاوت خواهند کرد، این شعور هست، اگر این شعور نیست پس چی هست؟ یا شعوری، خب البته با توجه به اون به صلاح اون حسایی که دارد، الان عواطف در گیاهان، احساسات نه در گیاهان دیگه اثبات شده دیگه، حتی بحث شاهد آوردن مثبت پونزه. چرا باش اجازه بده بذار من بگم. آخه شما یه جوری میگید اثبات شده، چیزهایی رو میگید اثبات شده که اثبات نه تنها نشده کاملا هم رد شده. ما یک کلن تمام استدلال ایشون اینه که توی طبیعت یک اتفاقهایی میفتد که شبیه این هست که شعور دارد، که یا اینکه یک نظمی، یک یا یه علیتی، یه چیزی وجود داره که انگار یک چیز شعور دهنده ای به اینا شعور داده. و چون من شخصا نمیتونم درک کنم که چه جوری این اتفاق میفته بدون شعور، پس دلیل برای این میدونم که چه میدونم خدا هست. کل بحث همینه دیگه، درسته؟ یعنی حالا ما که جواب اینو دادیم، یعنی شما جواب اینو دادیم، ولی حالا ما همین الانش، حالا به انتقاد طبیعی که چه بوده نداریم، همین الانش حیوانات و گیاهانی داریم که از این به قول معروف شعور، به قولی که ایشون میگن، بی بهرن و منقرض میشن. چرا خداوند داره اینها شعور قرار نداده که منقرض بشن؟ اینم جالبه نه؟ آره نمیدونم. آره ببینید اینا شبیه، ببینید اینا رو ما براش دلیل داریم. من نمیدونم چرا مثبت 15 میاد میگه که نداریم اینا رو. تو دنیای گیاه شناسی ریز ریز اینا رو دلیل براش آوردن، کاملا اینا توجیه شده است که این چه جوری اتفاق میفته. بعدم میاد با این اعتماد به نفس شما میاد میگه که گیاهان احساسات دارند. خب ندارن. مگه میشه یه چیز احساسات داشته باشه بدون احساساتش کجا داره پروسس میشه؟ عاطفه داره گیاه بدون شما دستگاه مرکزی عصبی مرکزی؟ خب بدون مغز شما چجوری میتونی عاطفه داشته باشی؟ بعد میاد میگه که خب نه دیگه، چون داره به یه چیزی واکنش نشون میده پس حتما احساس داره، عاطفه داره، شعور داره. خب اینجوری که باکتری هم پس عاطفه داره دیگه، مگه باکتری واکنش نشون نمیده به محیطش؟ اینجوری من سنگم بزنم یه سنگ دیگه، خب یه سنگ دیگه تکون میخوره، اونم واکنش دیگه. بر اساس تعاریف مختلف تصادفی به چیزهای مختلف میگیم تصادفی. خب یک تعریف از تصادفی نداشتن اطلاعات کامل انسان برای محاسبه کردن اینکه یک اتفاقی داره به چه شکلی اتفاق میفته. یعنی بر این اساس اینها، این اتفاقاتی که جهش تصادفی نیست، چون بالاخره اگه شما برید ریز ریز اینا رو بررسی بکنید میبینین که خب این جهش، این چه میدونم این مولکول با اون مولکول خورده، این مولکول به اونجا رفته، خب بالاخره همشون بر اساس قوانین ریاضی و شیمی اینا دیگه تصادفی نیست دیگه. ولی به این دلیل ما با یک نگاه انسان محوری بهش میگیم تصادفی، چون برای ما خیلی سخته که بیایم دقیقاً این پترن این جهش ها رو بررسی بکنیم و محاسبه بکنیم، از اون لحاظ بهش میگیم تصادفی. ولی در عمل به واقعی معنای کلمه اون ترو رندومنس، یعنی اون تصادفی واقعی نیست. حالا آیا ما اصلا چیزی به اسم ترو رندومنس داریم؟ این یک سوال خیلی بزرگه در دنیای فیزیک کوانتوم، چون تو دنیای ماورای اتمی، تو دنیای ماکروی که شیمی و اینا هست، نه ترو رندومنس نداریم. تمام پروسه های شیمیایی و مولکولی و اتمی از ذهن انسان محوری به نظر تصادفی ممکنه به نظر بیاد، ولی اگه بری دقیق یک با یک میتونستی تک تک این اتم ها رو نگاه بکنی که کدوم از کجا به کجا رفت، میتونستی محاسبه بکنی، میبینی که نه هیچ کدومش رندوم نیست، همش بر اساس یک سری محاسباتی بر اساس علوم بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی اینا قابلا میشد پیش بینی کرد که این میخوره به اون، بعد اینجا میره، بعد اونجا میره. ولی تو دنیای زیر اتمی، یعنی ساب اتمیک، وقتی خیلی دیگه کوچیک میشی، اونجا میگن، اونجا بعضیا ادعا میکنن که ترو رندومنس وجود داره، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه اونجا تصادفی وجود داره. ولی سر این موضوع هم اختلاف نظر هست، برای اینکه بعضیا میگن نه، اونجا هم الان از دیدگاه به خاطر علم ناقص انسانه که اونجا هم الان تصادفی به نظر میرسه، و اگه ما علمش رو داشتیم اونجا هم تصادفی نیست و اصلا ما چیزی به اسم true randomness نداریم. این یه بحث فلسفی و فیزیک نوین هست که
که دربارش الان بحث زیاده، ولی اشکالی نداره که ما به جهش بگیم تصادفی، به خاطر اینکه از دیدگاه انسان محوری ما بعضی موقع به چیزایی میگیم تصادفی که نمیتونیم همه چی رو دنبال بکنیم ببینیم داره چه اتفاقی دقیقاً میفته. این جواب سوال من. شما نشون بده هیچ شعوری هیچ هوشی پشت این بحث نیست. ایشون میگن که ما هی میخوایم نشان بدهیم انتخاب طبیعی بوده یه چیزی رندوم نیست و تصادفی بوده. ما نمیخوایم این نشون، شما این میخوای نشون بدی این از طرف خداست. ما ادعایی نکردیم. حتی اگر ما ادعایی هم بکنیم، ادعا بر این است که الزاماً دلیل هر نظمی وجود ناظم نیست. میتواند تصادفی باشد، مثل ساعتی که خراب است اما در روز دو بار ساعت رو نشان درست نشان میدهد عقربه های آن ساعت. همین. حالا بفهم. ببین شما اگر چه زمانی میشود گفت که این جهان هستی تصادفی خلق شده است، پدید آمده است؟ شما اگر یک مشت گندم رو دست بگیری جناب آرمین، مثلا اون رو بخواد پخشش کنی، اگر اینها پخش بشوند هیچ رابطه ای هیچ نظمی نباشه، شما هیچ وقت نمیگی اینا به صلاح تصادفی اینجا پخش شده. وقتی اون مشت گندم رو شما پخشش کنی، اون برود مثلا چیزی اونجا نوشته بشود، اونجا برود مثلا به شکل یک انسان در بیاد، در اون شرایط شما میتونی بگی مثلا بله این تصادفی هست، این اتفاقی هست. در اون اون لفظ به صلاح تصادفی که خیلی ها میخوان به این صورت ازش برداشت کنند، یعنی شانسی است، اتفاقی است، هیچ شعوری هیچ موجود آگاهی در پروسه این خلقت دخالت نکرده، و از خود لفظ اون تصادفی که مثلا شما به کار میبرید، از خود اون لفظ تصادفی و اتفاقی از توش در میاد که این پروسه مثلا یه پروسه هدایت شده است، یک موجود آگاهی در پروسه این کار دخالت کرده، و ما این در مثلا شاخه‌های مختلفش میتونیم رو نشون میده. بفرمایید. من یه مش گندم گرفتم دستم، خب دارم میریزم اینجوری روی میزم، الان میریزم روی میز. خب شما انتظار ندارید که مشاهده بکنید که همه اون گندمایی که مثلا فرض کن گندما بالاخره وزنشون، هر دونه گندم وزنش با هم فرق میکنه دیگه. خب حالا نصف از اینا، اون نصفی که سنگین تره اگه بریزه سمت چپ میزم و اون نصفی که سبک‌تره بریزه سمت راست میزم، شما همچی انتظاری ندارید. انتظار دارید که این سبک سنگیناش به طور مخلوطی با هم کنار هم باشن. درسته؟ انتظار شما اینه. درسته؟ انتظار نداری که خودش چپ سنگیناش بره چپ. آره دیگه. حالا من اگه یک کاغذی رو سوراخ سوراخ بکنم و این سوراخ‌ها نزدیک به اندازه یه گندم باشه و بعد این کاغذ رو بگیرم دستم، بعد گندم رو بریزم روش، جوری که اونایی که یه ذره کوچیک‌تره بریزه روی میز و اونایی که یه ذره بزرگتره روی کاغذ بمونه، خب آیا این پروسه اولیه ریختن گندم که اون قسمتش که راندومه هنوز راندوم مونده یا نه؟ قبول داری که اون پروسه ریختن گندم راندوم مونده، ولی الان من یک مرحله به این پروسه راندوم استفاده کردم که داره انتخابی عمل میکنه. آیا قبول داری که این هنوز با اینکه یه قسمت راندوم داره روی میزم، الان بیشتر گندم ها سبکتر خواهند بود و روی کاغذم گندم هایی که سنگین تر هستن باقی خواهند بود، و با اینکه یه المنت تصادفی داره، چون من یه پروسه انتخابی به این پروسه معرفی کردم، الان اون چیزی رو که قبلا برای شما راندوم بود الان داره یه مقدار جهت دهی میکنه. یعنی شما دارید یک نظمی رو دارید توی مشاهده میکنید توی نتیجه، یعنی نظم اولی رو که نمیدین، اینکه الان سنگینا از سبک ها جدا شده، یه نظم بیشتری هست از اون موقعی که این سبک سنگینا با هم قاطی شده بودن. با این اضافه کردن پروسه انتخابی به این المنت راندوم، الان شما جهت دهی در نتیجه رو مشاهده میکنید. بله، با اون کاغذ شما جهت دهی میکنید. اوکی، آفرین. با دخالت اون کاغذ. حالا ما همینجور توی فرگشت ما یه پروسه شبیه به راندوم داریم، حداقل برای ذهن انسان شبیه راندوم داریم که بهش میگیم جهش، و یک پروسه انتخابی داریم که بهش میگن انتخاب طبیعی. خب انتخاب طبیعی این چیزی که بقا پیدا میکنه. حالا شما هی دارید به رندوم بودن اون جهشه دارید اشاره میکنین، ولی اون قسمت انتخاب طبیعی به اون پروسه رندوم داره جهت دهی میکنه. اینجاش هم متوجه هستید؟ بله، ما به سمت به اون جهش ها داریم الان استناد میکنیم که اون جهش ها حساب شده است، و شما میخواهی بگویی که نه، اون جهش ها تصادفی هست و رندوم هست به اصطلاح. حرف شما این است. چرا این بحث فرگشت کشیده میشه؟
که شما بگویید این جهش ها تصادفی هست، حالا تصادفاً اونهایی که میتوانند زنده بمانند اونها باقی میمانند، اونهایی که نمیتوانند از بین میروند. و من در اون مثال غریزه و در مثال اون خوددرمانی بحث میخواستم اینجا این رو برای این مطرح کردم که اصلا خیلی از خواص ها، خیلی از رفتارهایی هست که اصلا اینها انجام نمیدادند، هم اینها نبود، هم باز اینها از بین نمیرفتند. ببین اولا توی فرگشت یک سری چیزهایی هست که کاربرد نداره ولی از نسلهای گذشته برای ما باقی مونده، چون برای نسلهای گذشته کاربرد داشته. خب ولی الان با اینکه کاربرد نداره دلیلی برای حذفش وجود نداره. توی فرگشت یک چیزی فقط به صرف اینکه کاربرد نداره این حذف نمیشه، باید هزینه هم داشته باشه که حذف بشه. یک چیزی میتونه نه کاربرد داشته باشه نه هزینه داشته باشه، چون قبلا برای اجداد ما کاربرد داشتن اومده ولی الان چون برامون هزینه نداره باقی مونده و حذف نشده به همین راحتی. ببین شما میخواهید بگویی از توی فرگشت، از توی این انتخاب طبیعی میخواهید بگید که این به صورت تصادفی بدون دخالت هیچ موجود آگاهی این پروسه اومده جلو، و موضع من این است که نه، این بدون دخالت هیچ موجود آگاهی نیست، این یک دخالت، این پروسه یه پروسه هوشمند، یه پروسه دقیق برنامه‌ریزی شده و حساب شده است. که مثال حالا اونجا مثال خوددرمانی رو، غرایز رو زدم، مقایسه کنید این پروسه‌ای که من میگویم الان ببینیم حساب شده و دقیق است یا نیست. حالا بخش مثلا که لقاح صورت بگیرد، که خود اون لقاح، پروسه اون لقاح که حالا مثلا نوز اتفاق بیفتد، دخول اتفاق بیفتد، این پروسه خودش یه پروسه حساب شده و هدایت شده است یا نیست، اینا رو از عبور میکنیم. خود فرایند و مراحلی که اون خود اون به اصطلاح اسپرم که چه مراحلی باید طی کند، چون در مراحلی هست میکروب ها هستن اونجا، به اصطلاح باکتری ها هستن، باید مقابله کند، مشکلاتی هست تا برسد به اون تخمک، خودش یه پروسه خیلی برد. حالا من ادبیات علمیش ندارم که بتونم براتون توضیح بدم، ولی خودش یک به اصطلاح پروسه خیلی به اصطلاح دقیق و حساب شده ای است که این رو به اصطلاح موجود هوشمندی دخالت کرده، این پروسه رو به اصطلاح وضع کرده. این گونه ادعای ما این است. و یه لحظه اجازه بدهید، شما الان یه ادعا کردید که من میگویم فرگشت تو یه تئوری علمیه و در علم نهایتا میتونه بگه که توضیح بده چه اتفاقی افتاد. علم توضیح میده که یک طبیعتی وجود دارد، خب، که این طبیعت باعث انتخاب میشود به علت، چون طبیعت است و ویژگی هایی دارد، خب باعث انتخاب می شود و یک جهش تصادفی هم وجود داره و 99.9% این جهش ها از بین می روند و اون 0.01% 0.01% موفق به بقا می شود. علم داره اینو توضیح. یا اینکه اسپرم برسه به تخمک یه پروسه هوشمندانه است. رو چه حسابی هوشمندانه است که مثلا 20 میلیون اسپرم از بین می روند که یه دونه برسه به تخمک؟ این کجاش هوشمندانه است؟ هوشمندانه یعنی که یه دونه اسپرم می اومد بیرون، خیلی قدرتمند به همه میکروب ها و اون باکتری های اون مسیر هم غلبه میکرد و میپرید تخمک رو میگرفت. به این میگن هوشمندانه، نه اینکه 20 میلیون اسپرم هم اون وسط از بین بره، نابود بشه، کار اضافه انجام بشه. اصطلاحا اون رقابتی که اون اسپرم ها میکنن، من گفتم ادبیات علمیشو ندارم ولی شما یه سرچ بزنید ببینید اون مسیری که اون اسپرم ها طی میکنن، در یک مسیر حتی کلاهک به عنوان سپر از خودشون محافظت میکنن تا اون به اصطلاح اون تخمک هایی که به اصطلاح با همراهشون هست رو ببرند برسونند به اون تخمکی که به اصطلاح در جنین مادر هست، بعد اونها به سمت رحم مادر بروند اونجا بچسبند. این پروسه هدایت شده و پروسه هوشمند نیست. شما باید از طریق انتخاب طبیعی توضیح بدهی، نه از طریق توجیه کردن. نه، شما که میگی طراحی شده است، شما دارید ادعا میکنید طراحی شده است. شما که میگی طراحی شده است، باید طراحیشو نشون بدید دیگه. هر پروسه دیگری هم بود شما میگفتید طراحی شده است. الان اونیام که من گفتم اگه بود شما باز میگفتید طراحی شده است. فقط ادعاتون رو تکرار میکنید، دلیل که نمیارید. چه بدید، فرض کنید که یه سری از مخاطبا با حرف شما قانع شدن و مثالای شما رو پذیرفتن، حالا مرحله بعد میخواین چیکار کنیم؟ بریم چه نتیجه گیری میخواین بکنین از این؟ من اول بحث در مقدمه بحث گفتم که ما شواهد و دلایل زیادی داریم که اینها دست به دست هم میدهند وجود یک خالق آگاهی رو به ما به اصطلاح
نشان میدهند، به اشاره میکند به دخالت یک موجود آگاهی. من الان تو مرحله هستم که شما دارید میگید از لحاظ فرگشتی تو دنیای علم فرگشتی اینا توجیهی برای پدیده هایی که شما معرفی کردید وجود ندارد. الان تو این مرحله هستیم، از این مرحله چجوری قرار برسیم به اون مرحله که الان شما توصیف کردین که یه موجود خود آگاهی همین کار رو انجام بده؟ اگر درسته، بله، اگر خب ما از طریق تصادفی و انتخاب طبیعی نتونیم توضیح بدهیم، کدام گزینه تقویت می شود؟ خود دخالت یک موجودی، چرا فرار کنیم از این بحثی که دخالت یک موجود هوشمندی، چرا فرار کنیم از این بحثی بخوام به اصطلاح با خدشه هایی مقاومت کنیم؟ این روش علمی هست آیا مثلا ما در برابر شواهد مقاومت کنیم؟ اوکی، شما دارید میگید چون ما برای پدیده هایی که شما برامون معرفی کردین توجیهی نداریم، اگه اینو بپذیریم تنها توضیح موجه این میمونه که یه موجود هوشمند این کارا رو انجام داده، درسته؟ احسن. اوکی اوکی، حالا اگه ما از این روش شما استفاده بکنیم که نداشتن یک توضیح این توضیح شما رو موجه میکنه، من یه مثال میزنم الان، همین الان بزنم رسه. خب ببینید، ما نمیدانیم شما اینا اگه میشه آره یا نه جواب بدید. خب آیا میدانید که خدا از کجا آمده؟ توجیهی برای اینکه خدایی وجود داره دارید یا ندارید؟ اینکه خدا اومده. بله، از کجا آمده است؟ در صفات، در اون صفاتی که ما برای خدا قائل هستیم، او اصلا از جایی نیامده است. الان خدا یک موجود هوشمنده. درسته؟ درسته؟ بله، بله. خب بله، شما هوش رو در طبیعت دلیل بر این دونستید که یک موجود هوشمندی باید باعث این هوش ها شده باشه، درسته؟ درسته، بله. خب الان من دارم خدای شما رو مشاهده میکنم، من میبینم خب اینم هوش داره، اینم هوشمنده، درسته؟ اگه از استدلال شما بخوایم استفاده بکنیم، من هم دارم مشاهده میکنم که خدای شما یه موجود هوشمنده و فقط یک خالق هوشمنده که میتونه باعث این خالق هوشمند شما شده باشه. الان شما دارید استثناء قائل میشید، دلیل استثناء قائل شدن شما چیه؟ شعور به اندازه مشخصی در تاریخ مشخصی در لوکیشن مشخصی این شعور پدید آمده است. این در معرض این سوال است، از این پرسیده میشود که چرا خب این اگر میتونست این شعور اگر قابلیت شد داشت، دقیقا این همون پاسخی که مثلا در برهان علیت راجع به خدا که علت خدا چی هست، همون پاسخ رو دارم اینجا میدهم. چون پله های بحث رو زیاد رعایت نکردیم، بدون اینکه پله بودن این مواد است جهان هستی رو اینجا صحبتش کنیم، چون قدم اول بودن این ماده است که این ماده محدود چگونه خب میتواند باشد، چون این برای بودن احتیاج به علت است. شما داری میگی که اون هوشی رو که تو طبیعت داریم میبینیم یه هوشی بوده که یک زمانی نبوده، بعدن اومده و پدید آمده است، ولی هوشی رو که من دارم مثال میزنم همیشه بوده، برای این هوشی که همیشه بوده احتیاج به یه خالق هوشمند نداشته، درسته؟ اصلا در معرض سوالات قرار نمیگیره. بله، درسته. اوکی، هوش رو میتونید تعریف کنید؟ منظورت از هوش چیه؟ هوش رو گفتن درک، معرفت. آیا رفتار هوشمندانه یه پروسه است، درسته؟ بله، درست است. آیا قبول داری که هوش پروسه پیچیده است؟ اکور هوش در ماده یک پروسه پیچیده است. بله، درست. آنه، پس شما میگین پروسه تفکر و پروسه هوش به خودی خود یه چیز پیچیده نیست؟ در ماده پیچیده است. بله. آیا خدا یه چیز پیچیده است یا یه چیز ساده است؟ ما کیفیتش رو نمیدانیم. صفات یعنی کیفیت. ما اگرم از لحاظ فرگشتی هیچ دلیلی نداشتیم برای اینکه چی بفهمیم این پروسه ها توی طبیعت چجوری اتفاق میفته، معرفی یک عامل هوشمند به هیچ وجه اینجا موجه نیست. معرفی یک عامل هوشمند برای دلیل چیزهایی رو که ما دلیلش رو نمیدونیم، نه تنها توضیح، شما میگید یه توضیح خوبه، اتفاقا بدترین توضیحه، به خاطر اینکه نه تنها سوال رو جواب نمیده، سوال رو پیچیده تر هم میکنه. ما یک پدیده رو داریم میبینیم که هوش توش هست، پیچیدگی توش هست، نظم توش هست، و شما داریم ادعا میکنید که اینو نمیتونیم توجیه بکنیم و این ندونستن رو انتقال میدید از طبیعت به خدا و خدایی رو معرفی میکنید که ابهامش از این طبیعت بیشتره. ولی اگر شما بگی نه این اصلا
همیشه بوده، ازلی بوده، اندازه خاصی نبوده. اگر خواستید بحثو برگردونیم به سمت علیت، اونجا صحبت کنیم، اونجا خیلی دقیق تر توضیح داده می شود و روشن تر فهمیده می شود. یک توضیح خوب چه ویژگی هایی دارد؟ می دونید اینو؟ توضیح خوب در اینجا ما هر دستگاه فکری که دلایل و شواهد و قرائن اون رو تایید کند اون توضیح خوب است. خب نه، خب به هر توضیحی بالاخره داره ادعا میکنه که یه چیزی رو داره توجیه میکنه. نه ادعا نه، دلایل و شواهد گفتم. ببین شما یه پدیده دارید و داری سعی میکنی یه چیز رو توضیح بدی، یه تئوری داری، یه تئوری میدی بیرون. خب ویژگی های تئوری خوب چی هست؟ ویژگی های توضیح خوب میتواند متغیر باشد، بستگی به شواهد و دلایل و قرائن است. فرضیه خدا چرا هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره؟ ویژگی اول میشه falsifiability، فکر کنم به فارسی میشه ابطال پذیری. تعریف خدا رو یه جوری معمولا مسلمان و دیندارا میکنن که ابطال پذیر نیست. شما اگه نگاه کنید توی دنیای علم، تئوریایی که دنیای علم به ما معرفی کرده، تونسته با استفاده از دنیای علم خیلی چیزا رو تونستیم پیش بینی کنیم، در صورتی که تو دنیای دین، دنیای وحی و دنیای ایمان، تئوریایی که معرفی شده چیزی رو در آینده نتونسته به طور مرتب پیش بینی کنه. ویژگی سومش این میشه سازگاری، یعنی با تئوریای دیگه سازگاری داشته باشه. خب در صورتی که ویژگی‌های خدا، یعنی تعریف خدا، ادعای معجزه، ادعای وحی تناقض داره با تئوریای دیگه‌ای که داریم از اینکه دنیای هستی و طبیعت و اینا چجوری کار می‌کنه. ویژگی بعدیش تیغ اوکامه، از پیچیدگی‌های غیر ضروری اجتناب می‌کنه. خب خدا چون خودش هوشه و هوش یه چیز پیچیده است، شما دارید یه پیچیدگی رو با بزرگترین پیچیدگی دارین حل میکنید، برای همین نه تنها سادگی نداره، تازه یه مشکل رو داره پیچیده تر هم میکنه، یعنی قابلیت توضیح داره، یعنی خیلی چیزها رو توضیح میکنه که من برای اینکه انصافم رعایت بکنم میگم این رو داره. خب یعنی خدا با اینکه تمام ویژگی‌های دیگر نداره، شما اگه خدا رو به هر چیزی بگین که این چجوری اتفاق افتاده بگی خدا کرده، یعنی براد، یعنی قدرت توضیحش میتونه هر چیز رو توجیه بکنه. این ویژگی رو فرضیه خدا داره، میتونیم تستش بکنیم و میتونیم تکرارش بکنیم و وریفای بکنیم که اتفاق افتاده. این قابلیت تکرار داره، یعنی میتواند توسط محققان مستقل آزموده و تایید شود، منجر به بینش های کشف های جدید میشود که این هم نداره. خب یعنی نه قابلیت تکرار داره، این هم حاصل خیزی هم نداره. ما از فرضی خدا اتفاقا یه چیزی که به بنبست میرسه، یعنی که بعدش به چیز دیگه نمیرسیم. اتفاقا نبودن فرضی خدا هست که اینقدر حاصل خیز هست و هی ما رو داره به جوابهای بیشتر میرسه. در طول تاریخ کسایی که فرضی خدا رو پذیرفتن مانع پیشرفت در علم میشده. شما اگه نگاه کنین که مثلا توی فرگشت، شما با فرگشت خیلی چیزای دیگه هم میتونید توجیه بکنید و باعث تئوری‌های جدیدی میشه که بقیه اتفاقی تو طبیعت هم توجیه میکنه، در صورتی که فرضیه خدا وقتی فرضیه خدا باعث معرفی تئوری‌های دیگه‌ای نمیشه که پدیده‌های طبیعی رو توجیه میکنه، بلکه همین چیز رو همینجوری مبهمتر و مبهمتر هم میکنه دیگه. چی؟ همین دیگه، فکر کنم همه ویژگی‌ها رو گفتم. اوکی بله، پس توضیح خوب، پس تعریف، وقتی میگین توضیح خوبه، توضیح خوب رو باید تعریف کنیم. نوبت شماست، بفرمایید. اولیش ابطال ناپذیری بود، که قبول دارین که یه تئوری خود باید ابطال پذیر باشه؟ اینو قبول داری؟ تئوری هست که ابطال پذیر باشه، اینو قبول داری؟ اوکی. این فرضیه خدا رو شما به من توضیح بده که چجوری میشه ابطال کرد. شما از طریق برهان شر میاد جلو که اونجا در نتیجه کار نمیکنه به استدلال شما، از اونجا قابلیت داره این ابطال نمیکنه خدا رو، نمیکنه ابطال میکنه. چرا نمیکنه؟ قرارم شما اگر بتونید مثلا یک غلط محرز مسلم از قرآن بیاری که هیچ حرف انگلتی توش نباشد، وقت باطلش کردی. خدا رو ابطال نمیکنه. این الله رو ممکن ابطال بکنه، قرآن رو ممکن ابطال بکنه، ولی خدا رو ابطال نمیکنه. شما به من نشون بده که من اگه بخوام ابطال میکنه دیگه. چرا دیگه؟ شما اگر بتونید اینا رو هم به صورت روشن مثلا توضیح بدهی که این پیامبر مثلا چگونه چه انگیزه ای داشته است که الان مثلا این مکتب آورده است، از آینده خبر داده است، کتاب آورده است، ممکنه شما بده که شما فرق بین غلط بودن اسلام و نبود خدا رو نمیفهمید. فرقش چیه؟ خدای الله هستی که خب آقا ما برای اول با کلمات نه، این اتفاقا اول بحث من گفتم تعریف شما از خدا چیه؟ شما گفتید خالق آگاه، گفتیم خالق آگاه، درسته؟
اگه اسلام رد بشه کانسپت خالق آگاه به طور کل حذف میشه؟ نه دیگه. برای همین اول برنامه پرسیدم تعریفت از خدا چیه. خب باشه. اگه خالق آگاه فقط آخه خدای ما فقط خالق آگاه نیست، در مجموع بحث ما میشود خدای الله در انتهای بعد. اون خدا قابل ابطال پذیر هست الان. باشه باشه قبول باشه اون خدا قابل ابطال، ولی خود کانسپت خدای الله خود... این حرف شما باشه دیگه، این حرف شما که این اشکال شما شامل خدای الله نمیشود. باشه ولی ما درباره داشتیم درباره خالق آگاه صحبت میکردیم. اگه میخوای درباره الله صحبت بکنیم که اینکه راه زد اینکه ابطال الله که خیلی کار راحتیه. میخوای خدا رو الله ابطال کنم اصلا برای خیلی راحت میشه. این اشکال شما در واقع شامل الله نمیشه. اگه الله میتواند آخه خب موضوع بس موضوع بس عوض میشه. اگه الله رو داریم میگیم من الان میتونم برای شما اثبات بکنم که الله وجود نداره، تناقض داره. بخو قبول داری که اگه ویژگی های الله با خودش تناقض باشه. الان این چهار تا بحث شما باقی مونده. الان گفتی یکی سادگی توضیح بود. خب یه توضیح حقیقتش این گونه است که این توضیحش پیچیده باشد. شما الان میتونی بگی باشه باشه ولی نمیخوای. من دارم ادعا ببین من دارم بار اثبات من دارم بار ادعا رو برام میذارم رو دوش خودم. این خیلی فرصت خوبیه. من دارم میگم اگه شما ادعاتون وجود اللهه، من دارم ادعا میکنم که من میتونم اثبات بکنم، اثبات حتی باور بهش هم نمیگم موجه، من میتونم اثبات بکنم که الله وجود نداره. اگه داریم درباره الله صحبت میکنیم الان، اگه بار اثبات رو دوش منه، نمیخوای از این فرصت استفاده کنیم؟ میخوای همین رو بریم؟ قطعاً که خب باشه اشکال نداره، قطعاً که اون ادعا رو نخواهی توانست. ولی اگه اجازه نمیده اون چهار مورد یادداشت کردم به پاسخ بدم. نه بگو چهار مورد بگو. ببخش من نمیاد طرف گفتی شما یک چیز کوچکتر رو میخوای با یک چیز بزرگتری توضیح بدهی و اینجا مشکل بیشتر میشود. این بود دیگه. همین رو من میارم روی برهان علیت. این کوچک رو جهان در نظر میگیریم، درست است؟ بزرگ رو خدا، درست است؟ با این پیشورز میریم جلو، اون پیچیدگی ها هم درون همین پاسخ داده میشود. یکی از صفات خدای ما بی نیاز بودن است. یکی همین است که خدا همه جا هست. اگر اون پیچیدگی یا اون ذات میتواند باشد، چرا 100 متر مکعب؟ اگر 100 متر بتونه باشه، 100 متر دوم هم میاد کنارش، 100 متر سوم. این اگر الی بی نهایت برود، همه جا حی حاضر باشد، دیگه در معرض این سوالات قرار نمیگیره، چون اون میتونه باشه. وقتی به وجود میاد توضیح، وقتی به مشکل میخورد که شما بیای براش حد و اندازه تعریف کنی، برای اون که میتونه باشه حد و اندازه تعریف میکنی، برای شعورش سخت در نظر میگیری، اندازه در نظر میگیری، اون وقت او از او پرسیده میشه. ولی وقتی ما میاییم این اندازه ها رو به صلاح نامحدودش میکنیم، دیگه او از او پرسیده نمیشود. نمیدونم اگر درست متوجه شدی دارم حرفمو. آیا خالق خدا پیچیدگیش از مخلوقش از بقیه جهان بیشتره پیچیدگی خدا یا کمتره پیچیدگی خدا؟ پیچیدگی خدا اون از کیفیت خداست و ما اون رو نمیدانیم. اوکی نمیدونیم. اوکی خب ولی هوش خدا بی‌نهایته، درسته؟ اگه اطلاعات رو بخوای پروسس بکنی، احتیاج داری که یه سری اجزایی با هم یه روابطی داشته باشن که این اطلاعات توی اون پلتفرم با هم یک رابطه‌ای داشته باشن و این رابطه باید یه نظمی هم توش داشته باشه. حالا هرچی هوش بالاتر باشه، این پروسه پیچیدگیش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی هم نظم و رابطه بین این اجزا پیچیده‌تر خواهد بود. شما اصلا بدون داشتن اجزا، شما فرض کن یه صفحه سفید کاملا یه نواخت باشه، شما نمیتونی از دل این هوش در بیاری، چون هیچ چیزی نیست که با یه چیز دیگه واکنشی نشون بده یا رابطه برقرار بکنه که بشه اطلاعات رو روی این اصلا پروسس کرد. برای همین وقتی که یک چیزی هوش به اندازه خدا باشه، یعنی هوش مطلق باشه، یه هوش بی‌نهایت باشه، یه هوش خیلی زیادی باشه، احتیاج به یک پیچیدگی بیش از حدی داره، پیچیدگی در حد بی‌نهایت داره. برای من شما چیزی رو وقتی شما دارین ادعا میکنی که خدا آگاهی مطلق داره، هوش مطلق داره، منطق مطلق داره، این دارید سیستمی رو مطالعه میکنین که پیچیدگی بی‌نهایت هم باید داشته باشه. و برای همین من دارم میگم که فرضیه خدا فرضیه خوبی نیست، برای اینکه جهان طبیعت هر چقدر پیچیدگی داشته باشه،
شما دارید الان این پیچیدگی زیاد رو دارید میگه من دنبال توجیه دارم میگردم. شما این پیچیدگی زیاد در طبیعت رو با یک پیچیدگی بسیار بیشتر دارین توجیه میکنین، یعنی برعکس کاری که ما برای تئوری دادن، برای توضیح دادن باید انجام بدیم. وقتی شما میگی آقا یک هوشی بوده است، نه دیگه، زمانی نبود که اصلا این هوشی نبوده باشد. اگه نامحدود بودن راحت تر باشه تا محدود بودن، اصلا شما زدید زیر برهان‌های علیت و این چیزا. ببینید شما وقتی یکی از دلایلی که میگین خدا وجود داره اینه که این جهان هستی نمیتونه نامحدود باشه تا عقب، تا بی‌نهایت بره به عقب. بعد میگین این که این برای همین یه توجیه احتیاج داره، باید یه جای شروع شده باشه و برای همین توجیه وجود داره، احتیاج داره که از کجا شروع شده، چون که قابلیت نامحدود بودن جهان هستی رو غیر موجه میدونین، یعنی احتیاج به توضیح نمیشه توضیح شد. حالا شما دارید میگی که نه، الان دارید برعکسش میکنی، الان میگی که نه اتفاقا خدا نامحدود بودنش پذیرشش راحت تر از چیزیه که محدوده، این که برعکس اون چیزیه که دیندارا میان میگن. سه تا دلیل میتونم بیارم برای آغاز داشتنش. سه تا دلیل آغاز داشت. یکیشو بذار یادم افتاد، قانون دوم ترمودینامیک که این دما از گرما به سرما همیشه در حال انتقال پیدا کردن است. شما اگر یه دونه مثلا یه گلوله یا آهن داغ رو بیاری داخل این اتاق بذاری، اگر زمان به او بخورد یواش یواش این گرما، این آهن که گداخته کرده ای، این گرما به دیگر اجزا سرایت پیدا میکند و بعد از مدتی این دما همه جا به یک سطح دما میرسد. ولی این جهان ما الان این گونه نیست. خورشید، ستارگان، می‌بینی دماهای گوناگونی هنوز در جهان هستی ما میبینیم. اگر این جهان هستی آغازی نداشت، بی نهایت زمان داشت که این قانون روی او پیاده بشود، یعنی هنوز جوانتر از آن است. اولا نمیدونین که این یونیورس ما تنها یونیورسی که وجود داره. خب شما اصلا نمیدونین که ممکنه ما یونیورسی که داریم مشاهده میکنیم یه مجموعه یونیورس های وجود داره که برای این مجموعه یونیورس ها دیگه هیچ آغازی مفهومی نداره. خب یه چیزی میتونه آغاز داشته باشه ولی نهایت میتونه نداشته باشه. اینکه یه چیزی آغاز داره لزوما به معنی محدود بودنش نیست. یه چیزی میتونه حتی اگر بله اگه یه چیزی آغاز داشته باشه بره. خیلی خنده‌دارش از این هیز خنده‌دار است که ما از شعور شروع کردیم، یواش یواش تازه داره میره به اول بعد. خب هدایت شما جلسه میخوای اینو بذاریم برای اینکه الان خسته ام، میدونم داری خسته میشی، میخوای بعد جلسه بعدی رو مثلا درباره برهان علیت و اینو صحبت بکنیم، اینو میخوای؟ آره من اصلا اشتباه کردم، کاش اونجا من اگر اونجا شروع میکردم اوکی. یه سری مشکل حواسم به این نبود که الان یه مشکلاتی وقتی از برهان پله بحث جلو نرفتیم. باشه ببین علم دارد به اصطلاح راجع به چگونگی صحبت توضیح میدهد. ما اونجا راجع به این که چه کسی، ببین جهان هستی رو چه کسی خلق کرده؟ خدا. اوکی. چگونه خلق کرده؟ حالا مثلا علم اونجا میاد، میتونه بیاد اونجا نظر بده و تحلیل کنه و صحبت کنه، گاهی درست گاهی هم صحیح. در بیشتر مواقع، در 95% مواقع اینا با یکدیگر تناقضی ندارن. فرض کنیم مثلا یک ماشین پژویی باشد، ما بگیم آقا این رو ایران خودرو ساخته، شما میای روش کنکاش میکنی، بررسی میکنی، دستت هم در نکنه. مرسی که بودی. پس منم خداحافظی کنم، ممنون از همتون. ابلیس یارو نگهدار همه شما فعلا تا بعد. مح. لایک رو یوتیوب یادتون نره، نریدا کامنت هم بذارید بعد از برنامه. مرسی فعلا.